بچه ها سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و همه چی اوکی باشه براتون. آرزوی بهترین رو میکنم براتون. حدود 2 ماه پیش بود که من با خودم تصمیم گرفتم که یه سری تغییرات تو زندگی من انجام بدم و یکی از اون تغییراتی که همیشه دوست داشتم انجام بدم مدیتیشن کردن بود. یعنی چیزی بود که مثلا همیشه بهش فکر میکردم که اینو این مدیتیشن رو حتما باید انجام بدم. این همیشه تو ذهن من بود که علی مثلا یه بار باید بشینی مدیتیشن کنی، حس کنی اون مثلا اون چه حسی دست میده بهت که مثلا بشینی مدیتیشن کنی و هیچی فکر نکنی و اینا، که بالاخره تصمیم گرفتم این کار رو بکنم و حدود 1 ماه پیش بود که اولین بار نشستم مدیتیشن کردم، با اینکه هیچ ایده‌ای نسبت بهش نداشتم. مثلا یه سری چیزها رو خونده بودم در برایش که مثلا چه جوری باید این کار رو بکنی، به چه چیزهایی باید فکر کنی، به چه چیزهایی نباید فکر کنی اصلا، و در برای اینجور چیزها خیلی نشستم به مدت خوندم، مطالعه کردم و گفتم که امروز اون روزیه که باید شروع کنم. و یه ها با خودم گفتم که خب من که میخوام این کار رو بکنم و تا حالا نکردم مدیتیشن، چرا ویدیو نگیرم؟ میدونی، یعنی مثلا بشینم 1 ماه از مدیتیشن کردن خودم لحظه به لحظه باشه ویدیو بگیرم و سعی کنم که اون حس رو به شما منتقل کنم. میدونی، یعنی مثلا برای شما هم شاید بعضی وقتا سوال باشه، شاید خیلی مدیتیشن نکرده باشم، ببینن که مثلا چجوری اصلا حال میده حال نمیده، میدونید، یعنی یک سری کنجکاوی ها باشه. بعد با خودم گفتیم که آره ویدیو بگیرم شاید خیلی بهتر بشه. اولین روز بود که مدیتیشن سعی کردم کار کنم، واقعا آسون نیست و حس عجیبیه واقعا، که تو باید تمرکز کنی کامل، یعنی روی یک نقطه تمرکز و به هیچی فکر نکنی، واقعا سخته. یعنی اونجوری که فکر میکنم اصلا نیست، خیلی سخته از اون چیزی که فکرش میکنم. فقط باید تمرین کنم، فکر کنم، امیدوارم که بتونم. بعد دیگه حالا شروع کردم به ویدیو گرفتن و اینا و هفته های اول خیلی برام سخت بود واقعا. یعنی چیز عجیبی بود که مثلا خب من میشینم اینجا 5 دقیقه سعی کنم به هیچی فکر نکنم، یا مثلا 2 دقیقه به هیچی فکر نکنم. خب اولش خیلی سخت بود برام واقعا و کوچیکترین صدای رو مخم بود. حالا من مثلا در حالت عادی اینطوری هم که وقتی میخوام بخوابم کوچیکترین صدایی بیاد نمیذاره من اصلا نمیتونم بخوابم، اذیت میشم. بعد حالا به این داشتم فکر میکردم که من باید تمرکز کنم، به هیچی فکر نکنم. بعد با خودم فکر کردم، گفتم خب چیکار کنم که این صدا اذیتم نکنه، و از ایرپادم استفاده کردم. حالا نه ترجیحاً بخوام موزیک گوش بدم، سعی کنم که صدای بیرون رو نشنوم. بعد هفته اول این کارو کردم، دیدم که یکم وضعیت بهتر شد، یعنی میتونم یکم بیشتر تمرکز کنم و خب این چیزی بود که تونست کمکم کنه، یعنی راحت تر تونستم مدیتیشن کنم. بعد هفته، یعنی هفته دوم که شد، بعد از هفته اول شد هفته دوم، تلاش کردم که یکم با موزیک مدیتیشن کنم. یعنی تو اسپاتیفای رفتم، بعد یه سری موزیک هایی دیدم که مثلا برای مدیتیشن هستش و اینا، یعنی یه ذره ملو و میدونی یه جوری که نه تو رو بخواد حواست رو پرت کنه و جوری نباشم که خیلی بخوای با موزیک مثلا چیل کنی حال کنی. ولی هفته دوم یه تجربه خیلی باحالی بود برای من، یعنی جوری که میرفتم داخل موزیک، یعنی اصلا یه چیز عجیب غریبی بود برای من. یعنی در همون 5 دقیقه، 3 دقیقه، 10 دقیقه که مدیتیشن میکردم هر روز، سعی میکردم برم توی موزیک، یعنی بشکافم موزیک رو، و خیلی تجربه باحال و جالبی بود نسبت به موزیک. حالا شاید بعضیا بدونن من کلا موزیک خیلی رو مخمه، یعنی مثلا سخت سلیقه‌ام نسبت به موزیک، هر موزیکی گوش نمیدم و اینا، ولی خب اون تایم خیلی به من حال داد اون موزیک ها.
بعد که گذشت رفتیم هفته سوم، گفتم که خب چرا مثلا عود نگیرم، با مثلا عود مدیتیشن کنم، یعنی اصلا چیزای جالبی بود دیگه. بعد دوست داشتم مثلا همه تجربه رو انجام بدم. بعد رفتم تو دیجیکالا سایت عود سفارش دادم، برام مثلا عود آوردن و اینا، با عود مدیتیشن کردم و فهمیدم که اونم یه تجربه جداییه و فهمیدم که مدیتیشن اصلا یه چیز خاصیه واقعا، یعنی عجیب غریب بود. بعد من تلاش کردم که 30 روز پشت سر هم مدیتیشن کنم، یعنی یه برگه پرینت گرفتم، تاریخ ها رو همه رو گذاشتم، یعنی مثلا از 1 تا 30 یک ماه رو نوشتم، گفتم که من 30 روز پشت سر هم باید مدیتیشن کنم هر روز. و بعضی وقتا واقعا من سخت بود، یعنی مثلا باید سر کار میرفتم صبح و مثلا یه دیر بیدار میشدم و خب بعد خب نمیرسیدم همون لحظه مدیتیشن کنم و تو ماشین مدیتیشن میکردم، یعنی منتظر اون لحظه بودم که مثلا تا بخواد ماشین گرم شه مثلا حرکت کنم، بعد 5 دقیقه رو مدیتیشن میکردم، ایرپادمو میذاشتم، صدای موتور و ماشین رو نمیشنیدم و دوباره میرفتم تو مدیتیشن. بعد اون 5 دقیقه واقعا خیلی جالب بود، یعنی اون همه اون حسایی که توی مدیتیشن بود واقعا متفاوت بود. و اینکه میخوام اینو بهتون بگم که توی زندگی یه سری تجربه خیلی جالبه و باید حتما اون تجربه رو انجام بدید. من اینطوری بودم که با مدیتیشن چی مثلا مدیتیشن کیو مدیتیشن انجام میدن که بخوام من مدیتیشن کنم، ولی گفتم نه دارم میخواد این کارو انجام بدم، برام مهم است، دوستام تجربه‌ای که دلم میخواد داشته باشم تجربهش کنم. و خب واقعا خیلی باحال بود که دیگه رسید تا هفته‌های آخر، هفته چهارم هفته پنجم، اینطوری بودم که خب نه ایرپاد میذاشتم و نه عود، فقط یه دونه بالش کوچیک میذاشتم زیرم و رو زمین میشستم و سعی میکردم که به هیچی فکر نکنم و واقعا جالب بود. و بعضی شب هم که قبل خواب مدیتیشن میکردم که اونام حس خیلی جالب بود. و توی این 3 روز یکی از امتیازهایی که مدیتیشن برای من داشت این بود که خیلی راحت تر تونست خوابم ببره، یعنی من واقعا بعضی وقت اذیت میشدم، مثلا نیم ساعت طول میکشید 40 دقیقه طول میکشید تا من خوابم ببره، ولی این تجربه که من داشتم بعد مثلا 15 16 روز اون لحظه میتونستم که به هیچی فکر نکنم موقع خوابیدنم و همون لحظه خوابم میافت. خیلی جالب بود برام واقعا، یعنی این یکی از امتیازایی بود که با مدیتیشن کردن من به دستش آوردم برای خودم. و الان میتونم بگم که من اگر بخوام بخوابم، اگر نخوام تعریف کنم خودم چش نزنم، تو 5 دقیقه خوابم میبره. واقعا خیلی برام عزیز و دوست داشتنیه این که در لحظه من خوابم میبره. و اینو میخوام بگم که واقعا تجربه جالبی بود. در نهایت پیشنهاد بهتون میکنم حتما که این کار رو انجام بدید، چون خیلی جالبه. به اون کسایی که مدیتیشن نکردن تا حالا مثل من، خیلی تجربه جالبی بود تو این 30 روز و یه جورایی هم دیسیپلین بود برای من که بتونم هر روز مدیتیشن کنم، هر روز از خواب بلند شی با این که مثلا خسته ای صبح برو یه دوش بگیر بیا بعد بشین مدیتیشن کن. واقعا خیلی جالب بود اینطوری بخوام بگم، یعنی از تجربم. و تنها پیشنهاد من اینه که حتما این کار انجام بدید، واقعا حسای عجیبی رو میگیرید که خودتون میفهمید وقتی اون کار انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو باحال باشه، حس خوبی بگیرید ازش و کمکتون بکنه که یه سری چیزها رو تو زندگیتون جا بدید، چیزایی که حتی خیلی وقت شده بهش فکر نکنید، ولی این کار رو حتما بکنید. خوشحال میشم که تجربهاتون رو به دست بیارید توی مدیتیشن، چیزایی که میبینید. مرسی که ویدیو ما دیدید، امیدوارم که باحال باشه ویدیو، این ویدیو یعنی اصلا مفید باشه براتون، حال کنید، لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره، خیلی بهمون کمک میکنه. مرسی که ویدیو دیدید، فعلا.